فارسی خانداری درس هنرمند خب چت ها چرا بسته است؟ خب پسرای خوبم، اونایی که مونده بودن هنوز ازشون نپرسیده بودم. مهراد دستتو ببر بالا عزیزم. مهراد بله، آقا مهراد میخونه برامون. مهراد جان بخون پسرم. سامین من شما پرسیدم، دستتون رو بندازید. مهراد جان بخون برام بلو. درس دهم هنرمند. دیشب من سرگرم نقاشی کردن بودم که پدرم گفت من دوست دارم فرزندم هنرمند باشد، یک هنرمند خوب. من با خوشحالی گفتم پس من برای اینکه هنرمند باشم سعی میکنم نقاشی کردن را خوب یاد بگیرم. خیلی خوب، خیلی خوب، مرسی عزیزم. صبر همانی سب حوصله. فکر آن نشنیدم. فکر فکر اندیشه. مخالف امروز. امروز امشب. بچه ها ببخشید صدا قطع شد. مهراد عالی بود پسرم، ممنونم. سامین سوالتو بگو پسرم. سامین، آقا سامین، میکروفونش وصل نمیشه. خب تاها چشمی، سامین سوالتو برام تایپ کن. آقا سلام خانم. سلام عزیزم، بخون پسرم. بخونم. خانم صداتون اکو میشه. تاها جان یه خود پایین تر بگیر پسرم. آها بخونم. بخون، صدا قطع شد، صدای منم قطع شد. بله پسرم بخون دوباره. پدر گفت دخترم هر کاری که با دقت و فکر انجام شود شود هنر است. مثلا اگر تو بتوانی سفالگر بشوی و با یه چیزهای زیبا بسازی هنرمند هستی. قالی بافی هم کافیه. هنر. مرسی پسرم. همانی سعی. همانی سعی. این چطا رو غیر فعال کنم، خصوصی کنم که بچه از تو چت نگاه نکنم. بگو همانی سعی. خوندی همانی ها رو تاها؟ بله. تلاش فکر فکر بله عقیده بله. خیلی خوب نخوندی ها تاها. مخالف. من تمرین کرده بودم. پس چرا خوب جواب نمیدی؟ تون جواب نمیدی؟ خب یه بار دیگه میپرسیم. مخالف خانم صداتون قطع شد. صدا موسیقی میخواد در بیاد دور چاش. الان خوب صدا؟ بله. خب مخالف امروز. امروز امشب. مرسی
پسرم. تا هاجان روخانیت خوب بود، هم معنیات رو یه خود تمرین کن پسرم. خب علی حمیدی دستش رو ببره بالا. بالا علی آقا ادامهشو بخون پسرم. سلام خانم روینی. سلام گلم. خانم جونم من صدای قطع وصل شد، صدای قطع وصل میشد، من نفهمیدم اصلا. قالی بافی. قالی بافیه. قالی بافی هم هنر است، عکاسی هم هنر است. پس برای اینکه بتوانی یک عکس خوب بگیری باید هنرمند باشی. فرزندم هنرمند کافیه باید... علی جان کافیه. سفالگر کسی که با گل چیزهای زیبا میسازد. موفق پیروز. مخالف دیشب. دیشب دیروز. خیلی خوب بود علی آقا، ممنونم ازت پسرم. پارسا ادامش رو بخونه. سلام فرزندم هنرمند باید خوب فکر کند، باید به همه چیز نگاه کند و صبر و حوصله داشته باشد تا در کارهایش موفق شود. مرسی. همانی یاد بگیرم. بیاموزم. با دقت. کسی که دقت دارد. مخالف امروز. امشب. عالی بود پارسا. ممنونم پسرم. ببین بعد. خب سامین گفتی که میکروفون و وبکمش خرابه. باشه سامین دیگه. باشه سامین درستش بکن پسرم. خب طه رضوی. آقا طه. سلام خانم. سلام عزیزم بخون پسرم. دیشب من در گرم نقاشی کردن بودم که پدرم گفت من دوست دارم فرزندم هنرمند باشد، یک هنرمند خوب. من با خوشحالی گفتم پس من برای این که هنرمند باشم سعی میکنم نقاشی کردن را خیلی خوب یاد بگیرم. مرسی تا حالا. موفق. موفق. همانیش. بله. پر تلاش. پیروز. پیروز درسته. فکر. فکر. عقیده. بله. مخالف موفق. مخالف موفق. ناموفق. خیلی خوب بود آقا تاها. ممنون به سر گل. خب بچه ها از همه تو من اینجا نمره دارم دیگه، همین پرسیدم درسته؟ تاها جان دستتو بنداز گلم، اگه کسی ازش نپرسیدم مونده دستشو ببره بالا. آهان کیان راست میگه، کیان میرزاخانی درسته. کیان جان بچه ها فقط کیانه دیگه درسته؟ فقط کیانه که نمره نداره، بقیه دارید. سلام خانم. سلام عزیزم بخون کنم. پدر گفت دخترم هر کاری که با دقت و فکر انجام شود هنر است. مثلا اگر تو بتوانی سفالگر بشوی و با چیزهای زیبا بسازی هنرمند هستی. قالی بافی هم هنر است. کافیه پسرم مرسی. هم معنی سفالگر. سفالگر کسی که با یه چیزهای زیبایی درست میکنن. سعی تلاش. مخالف هنرمند. مخالف هنرمند بی هنر.
خیلی خوب بود آقا کیان، ممنونم از شما پسر گلم. خب بچه ها درس فارسی مونم تموم شد، این چند تایی که مونده بودن. میریم سراغ درس هدیه ها. درس هدیه ها اگه گفتید درس چندم بودین؟ درس 12 صفحه 58 رو بیارید همتون. 58. خب اون قسمت بالا رو ما خوندیم، پدر مهربان داستان شما خوندیم، یاد گرفتیم. سورنا یه خلاصه ای از داستان پدر مهربان رو برای دوستات تعریف کن. آقا سورنا سورنا سلام خانم. سلام عزیزم، یه خلاصه از پدر تعریف کنم. دیدیم کلیپ آموزشی هم دادیم رو درس همت پایینش مونده. چی بود؟ پدر مهربان کی بود؟ چه کاری انجام میداد؟ صفحه 58. اینجا که میبینیم امام علی علیه السلام سبدی به دستش توش خورما خوش تهیه کرده بوده برای پیل، برای خونه شون؟ نه برای بچه ها دارن برای من تایپ میکنن. آفرین برای کودکان. بله به کودکان مهربون، کودکان یتیم، بچه هایی که بیشتر پرستن. حالا اینا پدرش رو شهید شده بود توی جنگ و بعد ما توی اون کلیپ هم دیدیم کسایی که مستحق بودن، نیازمند بودن، غذا تهیه میکرد و میبرد در خونه هاشون بهشون میداد. با اون بچه هایی که حالا پدرشون شهید شده بود بازی میکرد، درسته؟ بله بچه ها خوشحال شده بودن. بله پس اینجا منظور از پدر مهربان کی هستش؟ حضرت علی علیه السلام. حضرت علی مثل پدر خوبی بوده. بله مثل یک پدر مهربان برای اینها پدری میکرده، توی سبد آرد و گوشت و خرما میذاشته و میبرده بهشون که مادر خانواده با آرد نون درست میکرده، خرما رو میخوردم، گوشتم که باهاش غذا درست میکرده، با بچه ها بازی میکرده، یه کاری میکرده که چی؟ یه وقت بچه ها دلشون نگیره، فکر نکنن که حالا چون بابا ندارن دیگه کسی دوستشون نداره، کسی طرفشون نمیاد. گفتم اون دفعه یتیم نوازی بچه ها خیلی کار پسندیده هستش. ما البته باید با همه دوستامون با همه رفتار خوش داشته باشیم، ولی یتیم نوازی یکی از بهترین کارهایی هستش که خیلی سفارش شده. بعد این خلاصه بود از درس پدر مهربان. مرسی سارنا جان، ممنونم پسرم. خب میخواییم اون قسمت زرد رنگ رو بخونیم. آریان جان بخون پسرم. خانم جانم سلام. آریان صدات خیلی ضعیفه، از ته چاه میاد. ضعیفه؟ آره الان خوبه. بخون مطمئنی؟ الان خوبه. خب امام اول دو مسلمانان در روز 13 رجب به دنیا آمد. او پسر عموی پیامبر خدا بود و از کودکی در خانه یه پیامبر بزرگ شد. اما علی علیه السلام اولین مردی بود
بود که دین اسلام را پذیرفت. او بیشتر اوقات پیامبر خدا حضرت علی را خیلی دوست می‌داشت. جان داختی یه خط. جان داختی. او بیشتر اوقات همراه و همنشین پیامبر بود و دستورات اسلام را به خوبی از او یاد گرفت. پیامبر خدا حضرت علی را خیلی دوست می داشت و می فرمود علی داناترین مردم است. مرسی آریان جان، ممنونم پسرم. بچه ها خب حالا چون که صداش خودم باید باید شما خودم بخونم. امام اول ما مسلمانان در روز 13 رجب به دنیا آمد. امام اول ما کی هستش؟ بله امام علی علیه السلام هستش. روز 13 رجب. بچه ها رجب ماهای قمری هست. ما ماهای شمسی داریم، ماهای قمری هم داریم. ماهای شمسی چیه؟ ماهایی که ما داریم، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، اینا میشه ماهای شمسی. ماهای قمری میشه حالا همین مثلا رجب، شعبان، رمضان، اینا ماهای قمری هستش. از اوقات اگه دقت کرده باشی دوستاتون وقتی تقویم روز رو میگن هم تاریخ شمسی رو میگن هم تاریخ قمری. پس امام علی علیه السلام 13 رجب به دنیا آمد. اینی که داخل کادر زرد رنگ نوشته بچه ها نکات مهمی هستش، خوب باید یاد بگیرید. او پسر عموی پیامبر بود. پس امام علی پسر عموی پیامبر بود، بعدن شد دامادش. بعدن که با دختر پیامبر ازدواج کرد بچه ها شد دامادش. قبل از اینکه ازدواج بکنه خب پسر عموش هم بوده. او پسر عموی پیامبر خدا بود و از کودکی در خانه پیامبر بزرگ شد. خب بچه های امام علی در خانه پیامبر بزرگ شد. پیامبر که انقدر مرد بزرگی بوده، خب با زیر دست پیامبر بزرگ شد و رشد کرد. امام علی علیه السلام اولی مردی بود که دین اسلام را پذیرفت. پس اولین مردی که دین اسلام رو پذیرفت، اولین مرد امام علی علیه السلام بود. وقتی پیامبر ما اگه یادتون باشه در غاره حرا گفتیم رفت اونجا و اون فرشته اومد بهش گفت بخوان حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواند. ببخشید بچه ها صدام قطع شد، نمیدونم از کجا قطع شد. پیامبر ما در غار حرا بود که فرشته بهش گفت بخوان، خواندن نمیشتن گفت بلد نیستم، دوباره خوان و دید که میتونه بخونه. آیات قرآنی بر پیامبر نازل میشد، پیامبر میومد مردم رو به خدا پرستی دعوت میکرد. اولین کسی که به خدا ایمان آورد، به خدا و دین اسلام ایمان آورد کی بود؟ امام علی علیه السلام بود. او بیشتر اوقات همراه و همنشین پیامبر بود، یعنی بیشتر اوقات وقتش رو با پیامبر صرف می‌کرد و دستورات اسلام را به خوبی از او یاد گرفت. خب دین اسلام رو پیامبر اومد به ما معرفی کرد دیگه. حضرت علی وقتی ایمان آورد دستورات دین اسلام رو هم چیکار کرد؟ به خوبی از پیامبر یاد گرفت. پیامبر خدا حضرت علی را خیلی دوست می داشت و می فرمود علی داناترین مردم است. داناترین مردم از نظر پیامبر کی بود؟ حضرت علی علیه السلام. خب آقای کیان کنی ادامهشو بخونه. سلام خانم روحینی. سلام گلم، ادامهشو بخون.
امام علی با دختر پیامبر ازدواج کرد. خدا به آنها فرزندانی مهربان و شجاع هدیه داد. سرانجام امیر مؤمنان در مسجد هنگام نماز خواندن به دست یکی از دشمنان دین خدا به شهادت رسید. بله، امام علی پس پسرعموی پیامبر بود، بعدن با دختر پیامبر ازدواج کرد که همون فاطمه زهرا بود. خدا به آنها جونم. ببینید توی درس فارسی من کم هول شدم اون هم‌معنی‌ها رو. اشکال نداره عزیزم، میدونم شما هم‌معنی‌ها رو خوب بلد هستید. اصلا نباید هول بشی کیان جان، هیچ ایرادی نداره. حالا مثلا حالا یه خورده دیرتر بگی، با آرامش جواب بدید. من بارها هم گفتم با آرامش بگید، هول نشید عزیزای من این هم میگم که دوربیناتون رو روشن میکنم، میکروفوناتون رو. خب بعد این هم مدت اصلا دیگه هول شدن نداره عزیزم، حالا ایراد نداره. من باز هم میپرسم ازتون، الان تو فکر فارسی نباش گلم، فکر هدیه ها باش. بعد میگه خب امام علی با دختر پیامبر که هم فاطمه زهرا بود ازدواج کرد و به اونها فرزندانی مهربان و شجاع بود داد. میدونی فرزندای امام علی و فاطمه زهرا کیا بودن؟ حالا دوتایی که تو درس خوندیم تا حالا، امام حسن و امام حسین. آفرین پسرم، همین درس پیش داشتیم، امام حسن و امام حسین علیه السلام. بعد سرانجام امام امیرالمؤمنان، گفتیم امیرالمؤمنان کیه؟ لقب همین حضرت علی هستش. در مسجد هنگام نماز خواندن به دست یکی از دشمنان دین خدا به شهادت رسید. خب حضرت علی گفتیم که دین خدا رو خیلی خوب یاد گرفته بود از پیامبر و خوب اجراش میکرد، ولی کسایی که دشمن دین اسلام بودن چیکار میکنن؟ دشمن امام علی و پیامبر رو اینا بودن دیگه. بعد امام علی علیه السلام وقتی که یه روز صبح میره نماز بخونه، بله به نه با شمشیر زدن، اگه به دیده باشی چون هم فیلمش و هم کارتونش رو خیلی تو تلویزیون گذاشته، توسط ابن ملجم تا امام علی رفت سجده، ابن ملجم با اون شمشیری که به زهر آلودش کرده بود زد به فرق سر امام علی علیه السلام و ایشون رو چیکار کردن؟ به شهادت رسوندن. خیلی خوب بود، ممنون کیان جان. اینم بچه ها صفحه بعدیش هستش و میرون سراغ صفحه بعد. صفحه بعد یه شعر هستش، مرد آسمانی، که اون دفعه براتون خوندم، حالا یه بار دیگه میخونم. نیمه شبها توی کوچه می رود آرام و تنها، می برد مردی به دوشش کیسه ای از نان و خرما. با محبت نان و حلوا می دهد مردی خدایی، تا نمیرد توی کوفه کودکی از بی غذایی. می برد او قصه ها را، می دهد او مهربانی. با یتیمان هم غذا شد مرد پاک و آسمانی. با تبسم می دهد او دست دست نان گندم. یا علی هستی همیشه توی دلها پیش مردم. شاعرشم مهدی وحیدی صدر. خب بچه ها صفحه بعدشو میارید؟ فکر میکنم صفحه بعدی فکر میکنم. خب کیان بیکی بخون عزیزم. سلام پسرم، بخون. فکر میکنم امام علی علیه السلام با کودکان
یتیم بازی می کرد تا چی؟ به نظر چی؟ نمی تا چی؟ امام علی علیه السلام با کودک بله خوشحالشون بکنه کودکانو، درسته؟ اونا خب پدر نداشتن، یتیم بودن، درسته؟ بله. بعدش بخونم. خواست با کودکان یتیم. نه عزیز. حالا در رابطه با این هر نظر دیگه ای داری بگو. هم گفتن ناراحت ندارن. کودکان یتیم بازی میکرد تا اونها رو خوشحال بکنه. آره صدا امروز دوباره. بچه ها چهارشنبه ها من نمیدونم اسکای روم خسته میشه، یه هفته کار کردیم باهاش. چهارشنبه ها که میشه دیگه صدامون قطع و وصل میشه. مرسی کیان عزیزم، ممنون پسرم. خب پسر خوبم امیر رضا سوال بعدی رو بخونه. سلام خانم روینی، حالتون خوبه؟ سلام، بارو پسرم، ممنونم. بخون. دوست دارم؟ بله. چشم. دوست دارم به آدم های نیازمند کمک کنم، پس؟ خب، نظر به تو به مثلا دارم به آدم های نیازمند پس خانم خب امیر رضا صدا قطع شد. بچه ها سال بعد گفتگو کنی این دوستان خودتون تعریف کنید. حالا این سوال بمونه، بعد از اینکه این گل رو کامل کردیم سوال رو میخوام جواب بدیم. امین و مینا میخوام به کمک شما جاهای خالی را بالا بالای گل بذار ببینم از کی بپرسم. بعد باشه که اسمش امتیاز نداشته باشه. صدا قطع نیست. بچه ها مگه صدا قطعه؟ امیر حسین آره قطع و وصل که میشه بچه ها. به قول علی زنگ شاد این کارا رو میکنه. فکر کنم دوست نداره ما شاد باشیم. ما لج اسکای رومو در میاریم و کل روز هفته کل هفته رو شاد میشیم. مگه نه؟ امیر حسین پسرم امام علی علیه السلام. سلام خانم. سلام گلم. اولین امام. آفرین، اولین امام دیگه، درسته؟ بله.
داناترین امام حسن. نه چیز چیز پدر. داناترین داناترین او صفحه قبلش گفته که پیامبر گفته داناترین مردم. اونجایی که صفحه قبل رو ببین گفته که پیامبر خدا حضرت علی را خیلی دوست می‌داشت و می‌فرمود علی داناترین مردم است. پس داناترین جاخالیش می‌نویسیم چی؟ مردم. پدر امام حسن. امام حسن و امام حسین. پس پدر امام حسن و امام حسین درسته. همسر حضرت فاطمه. بله حضرت فاطمه زهرا صلی الله. حالا هم حضرت فاطمه هم بنویسید کافیه. سین بغلش بذارید تو پرانتز میشه سلام الله علیه. پس پدر امام حسن امام حسین، همسر حضرت فاطمه. درسته. مرسی امیر حسین. خب بچه ها برمیگردیم سوال بال. این گفتگو کنید و نیاز نیست بنویسید. گفته داستان هایی که از زندگی امام علی شنیدید میدونید و بگید تعریف کنید. فقط یه نفر از بچه ها من میخوام اگر داستانی از زندگی حضرت علی شنیده برای ما تعریف کنید، داستانی که از اون زمان شنیده. داستان نشنیدید؟ باشه بچه ها ایرادی نداره، اینو میتونید به تحقیق بکنید یه چند تا داستان های زندگی حضرت علی رو یاد بگیرید. بله آقا پارسا پس کوشی بفرمایید. آقا پارسا سلام. دو تا خانومه میان میگن این بچه ماه. خب یادم رفتش. ای جانم اب نظر. علی آقا شما بفرمایید. سلام خانم، من یه خورده از زندگی حضرت علی رو میدونم. بگو. اون موقعی که به شهادت میرسن رو میدونم چیه. یه چیزایی وقتی که سجده میکنه یک دشمنش میزنه با شمشیر. بعد شمشیر رو زهری کرده تا حدود 21 روز هم زنده میمونه. بعد فوت میکنه. خب بعد دیگه همین جمعیدش رو میدونستم. فقط میگم پس در جا فوت نمی کنه تا 21 روز هم زنده میمونه. 21 روز نیست کمتره. حالا بچه ها اینو تحقیق بکنید دیگه. آره تحقیق بکنید ببینید که اصلا من بهتون گفتم تو چه ماهی بود که به شهادت رسید. به دنیا اومد 13 رجبه. درسته. خب بچه ها دیگه الان چون وقت نداری من میخوام با نماز رو بپرسم، برسم از یکی دوتاشون بپرسم. رضا، سامین، تاها چشمی، کدومتون الان آماده اید؟ رضا جلیلی، سامین، تاها چشمی دستتون رو برید بالا. چی شد؟ خودم صداتون کنم؟ خب آقا رضا آماده ای شما؟ سلام خانم. سلام گلم. آماده ای برای نماز؟ بله. بچه دستتون این بری بالا خوشگله. کجا رفتی رضا؟ دست بر بالا دوباره. خب خانم ویبکمت هم روشن. شش باشه سامین درست بکن دفعه بعدی ازت بپرسم. سلام.
سلام عزیزم. آقا رضا بفرمایید، ما منتظریم. اول نگه میکنیم، بعد دستمون رو بعد دو رکعت نماز میکنیم. اول دو رکعت نماز میکنیم، قربت انه ان الله، خب لاه. حالا سوره چیو میخونیم؟ دستامونو میندازیم سوره حمد و توحید. بخون پسرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر مغضوب علیهم و ضالین. خب حالا سوره توحید. اللهم صل، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد. خب بعد میریم کجا؟ رکوع، درسته؟ بعد پا میریم. بعد شدیم دیگه. اون موقع که پا شده بودیم. میریم رکوع. تو رکوع خم میشیم. چی میگیم پسرم؟ سبحان الله. آفرین. بعد بلند میشیم. وای میسیم. میریم سجده. خب چی میگیم؟ سبحان الله. خب دوباره میشینیم، دوباره میریم سجده، میگیم سبحان الله. آفرین پسرم. خب بعد از اینکه رفتیم دوباره سجده چی کار میکنیم؟ دوباره بلند میشیم، حمد توحید رو میخونیم، دوباره وای میستیم. چی میخونیم؟ دوباره همون حمد و توحید و، درسته؟ هلی. یه بار خوندیم الحمدلله و قل هو الله. بعد از این که اینا رو خوندیم، آفرین پسرم، دستامونو میگیریم اینجا جون به صورت قنوت. خب تو قنوت چی میگیم؟ بلا فردی ما، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله. آفرین. خب دستمون رو میندازیم، میریم دوباره رکوع. بله. تو رکوع هم دوباره مثل همون سه بار میگیم سبحان الله. بلند میسیم، دوباره بلند شو وای میسیم، بلند شو وایسا، میریم سجده. کجا رفتی رضا؟ خب تو سجده چی میگیم بلم؟ سبحان الله. آفرین. دوباره میشینیم، دوباره میریم سجده، دوباره بعد بریم سجده. خب دوباره میگیم سبحان الله رو سه بار میگیم، میشینیم. حالا نوبت چیه؟ تشهد. بخون اشهد ان الله اشهد ان الهم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له
هم با هم بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اشهد ان محمدن عبده و رسول الله جان. خب بعدش صلوات میفرستیم. حالا میخوایم سلام نماز رو بگیم. چی میگیم؟ السلام علیکم و عبدالله و رحمت الله و برکاته. مرسی رضا جان، خوب بود پسرم، تقریبا خوب بود. آفرین، بازم بیشتر تمرین کن که این سوره ها و اینا رو حفظ بکنی. جانم مهران، مهران مهراد دستش بالاست ولی میکروفونش فعال نمیشه. خب بچه های گلمین هم نماز مونده، سامین که میکروفونش خرابه، امیدوارم درست بکنه و دیگه دفعه بعد جواب من رو بده. و تاها چشمی، ببین چند بار تذکر دادم تاها، از این به بعد توی مراسم صبح، صبح که هستی دیدم، خودت هم شرکت داشته باش، حضور داشته باش پسرم، نمازم تمرین بکن، دقیقه بعد از سامین و تاها حتما میپرسم. خب همه تونو فعلا به بزرگ میسپارم.